سلام خدمت آقای بهبودی عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه. وقتت بخیر، هستیم در خدمتتون آقای بهبودی. خب منم سلام و تسلیت عرض میکنم به مردم عزیز ایران به خاطر سالگرد تقریبا 50 نفر از عزیزان ما در اقصی نقاط کشور که امروز تونستن حالا بعضی استان ها و بعضی شهرستان ها این مراسمات رو بتونن به خوبی برگزار بکنن، ولی در اغلب جاها نهادهای امنیتی این اجازه رو به خانواده ها ندادن و کلا جو بسیار امنیتی بود و بعضا اصلا بعضی از شهرستان ها برگزاری سالگرد رو به خانواده اجازه ندادن و کلا درب آرامستان ها رو بسته بودن. منم تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده های جانباخته. حدودا 50 نفر این سالگرد این عزیزان بود در جای جای نقاط کشورمون. خبرهایی که به دست ما رسیده بیشتر این عزیزان نتونستند حتی بر سر مزار عزیزانشون برن و رژیم اصلا به هیچ عنوان اجازه اینو ندادن که مراسم برگزار بشه. حتی تو بعضی از شهرستان ها بنرهاشون رو پاره کردن، داربستشون رو شکوندن. توی همینجا شهر همینجا منظور که انزلی سر مزار امیر نوروزی اولین جان باخته شهر انزلی اصلا به هیچ عنوان نذاشتن. جالب این که سال پیش خودشون گفته بودن که ایشون بسیجی هستن، اگر بسیجی بودن بس چرا اگر نذاشتید خانوادهش بره سر مزارش و اینقدر تحت فشار گذاشتید، این همه نیرو فرستادید. توی رضوان شهر هم به همین صورت، توی رشت بهنام لایق‌پور نذاشتن به هیچ عنوان خانوادهش بره. جالب این که محمد رسول مومنی زاده رو به مادرش گفتن که اگر تو بلند گریه کنی ما بچه تو برمیداریم میبریم. یعنی تا این حد تحت فشار قرار دادن توی نوشهر. بله، یعنی پسر دوم تو نوشهر، توی آمل، هیچ جا اون مراسمی که خانواده دلشون خواست نتونستن برگزار کنن. رحمت آباد قزوین اونقدر این صحنه دردناکه، شما بچه 8 ساله رو گاز اشک‌آور می‌بینید. جواد حیدری که صدا می‌شنوه همین الان به خونمون حمله کردم با گلوله. گلوله و اشکاور یه عالم آدم بچه ها رو زدن، همه رو زدن با گلوله زدن. خونه بودم و همه رو زدن، یه عالم نیرو ریختن تو خونه بود. نمیدونم چی صحبه کجای دنیا. شما که میگید ما، آقای رئیسی امروز رفته بود گفته بود که ما به خانواده ها ارج و قرب ویژه قائل هستیم. خب اینا جزء چی هست؟ اینا جزء کجا هستن؟ شما بعد قصه فلسطین رو دارید، قصه نمیدونم یمن رو دارید. شما که بدتر هستید. آخه بچه 8 ساله گاز اشک‌آور میخوره مگه؟ بعد توی خونه طرف، اونم توی روستا، اونا که میخواستن توی خونه برگزار کنن، توی خونه گاز اشک‌آور میزنید، بعد فوش میدید. من نمیدونم واقعا کجای دنیا هستی. بعد بله، خونه‌ش هم انگار از پشت بسته بود، درسته؟ با سنگ درب خونه اون عزیز رو که سالگردشون بود رو امروز بسته بودن. فردا هم یه سری از مراسم فردا اعلام کرده بودن. الان خانواده ها، من بیشتر این خانواده ها فالو دارم میبینم، بیشتر خانواده ها هی دارم میگم مراسم فردا لغو شد، مراسم فردا لغو شد. شما واقعا اینقدر ترسو هستید؟ هستیم در خدمتتون.
من امروز خیلی عصبی ام بابت این قضیه. خدا خب نگاه کنید، به هر حال این رژیم ندید بدید، این آخوندهایی که تا قبل انقلاب سر قبور مردم میشستند و یک ساعت عرعر میکردند و دوزا کف دستشون میذاشتند، الان که به این ذخایر عظیم نفت و گاز رسیدن، هر کس هم اگر بود شاید اینقدر مقاومت میکرد، اینقدر کشت و کشتار میکرد که بتونه بر مسند قدرت بماند. اما خب ظلم پایدار نیست، این در ادوار تاریخ در کتب مختلف آمده که ظلم پایدار نیست. حتی به این کتاب قرآنی هم که اینا خودشون آمدن عرضه کردند و نمیدونم میگن این کتاب چی و اینها، داخل اونم آمده گفته کسی که ظلم بکنه این ظلم پایدار نمیشد، در نهایت هم طرف سرنگون میشه. که ما مترصد این هستیم که به زودی اتفاقی رو که باید بیفته رخ بده و ما سرنگونی هم رژیم و هم شخص جناب خامنه ای رو با ششمان خودمون دور باشه به امید اون روز. خب برسیم به مباحث امروز که چند تا خبر هستش که شما قرار شده اینا رو برای ما بگید. خودتون شروع کنید آقای بهبودی عزیز، بکنم دو سه تا خبر مهم دارید که امروز قرار شده واسه ما بازگو کنید. یکی از موضوعاتی که امروز من میخواستم بگم و شاید برای خیلی از مردم جالب باشه، چون من هنوز میبینم تو بعضی از کانال ها تو بحث این رفتن اربعین و نجف و کربلا هنوز داستان ها هست. ما چند روز پیش یکی دو تا از این انبارهای بزرگی که اینها اونجا آب معدنی و شکر و روغن و احتکار کرده بودن، یعنی جاساز کرده بودن و واقعا هم به نام اربعین برده بودن، پشت دست داشتن میفروختند و حالا یواشکی میبردن. همین سپاه پاسداران، همین افرادی که مسئولیت و همین ستادهای اربعین دارند. و لطفا اون فیلم هم بذارید که فکر کنم دارید دیگه، تو تلگرام هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. این انبار کذاب است که مشاهده میکنید، این همه آب، این همه دلستر نوشابه، خودتون نگاه کنید و ببینید. امروز هم 18 همه 13 سفر مواکب همه رفتن به جز دو تا سه تا مواکب که جزئی دارن میدن، اصلا ظاهری هم نیست. خودتون مشاهده بکنید چقدر دپو شده این همه کنسرو لوبیا. ببینید تا سقف رسیده کنسرو لوبیا. نگاه کنید این طرف هم هست، این طرف هم هست. آقای کنانی هم همراه خودمه که شاهد باشم فردانه گه این فیلمو خودتون گرفتید تنهایی از یه جای دیگه. این همه آب، این همه آب که میگن سمی آشان، این هم برنج، این هم شکر. شکر به موکبی هیچ یک کیلوی نرسیده، ندیدیم یه موکب بغل خودمون یک کیلو شکر گرفته. این همه نگاه کنید، از این طرف هم نگاه کنید، مواکب تموم شدن. اینا را میخوان چیکار کنن؟ بفروشن چیکار بکنن؟ وقتی ظاهر اینجا بود ما اون برنج خوش که بهش میدادیم و پولامون تموم میشه، چرا اینا را به ما توزیع نکردن برای مواکب که به ظاهر بدن خدمت خوبی داشته باشیم؟ چرا اینا نیت چیه داشتن تو سرشون که این همه چیزا را دپو کردن برای روزای آخری که همه بیرن؟ خودتون نگاه کنید، حالا آب بیرون هم اون طرف چیز هم نشونتون میدم یه لحظه، چقدر آب دپو شده. این همه شکر، شکر تا دیشب هم سه برابر این بوده، نمیدونم چجوری تخلیهش کردن کجا بردن. این همه آب انبار دومی و دو تا ماشین هم بیرون هم که یه ماشین تازه حرکت کرده، گفتن دارن فیلم میگیره و حرکت کرده. این هم یه ماشینی که تخلیهش هنوز نکردن، یه چند تاشو به نیسان دادن این ماشین. این آقا هم اینجا شاهده که برای ما با لیفتراک بار میزدن، میگفت آقا بار بزنید، ولی میگن این سم. امروز خیلی جالب بود، من با یکی از دوستان تو استان تهران صحبت میکردم، میگفت که روز گذشته یک آقای بلند میشه میاد میره تو دفتر معاونت امنیتی سیاسی استاندار استان تهران که ایشون ظاهرن نمیدونن حالا معاون ستاد اربعین استان تهران حالا چه سمتی داره، بلند میشن میرن اونجا و یهو میگه علم شنگه ای میشه، صدایی بلند میشه، به راهرو کشیده میشه و مسئول دفتر اون آقای آقا رو میاره و زنگ میزنه، مامورای دم در میان حراست که این آقا رو به طرف مثلا بیرون استانداری مشایعت کنن. بعد ازشون میپرسن که آقا چه اتفاقی افتاده. اینها خیلی جالبه، اینو دوستان ما، عزیزان ما، مردم ایران حتما این رو
گوش بکنن و سینه به سینه برای دیگران نقل بکنن. این خانم میاد میگه که خانم من، همسر من که صاحب 3 فرزنده، خب از اون روزی که ما برای پیاده روی 40 رفته بودیم مفقود شده بود. ما این مفقودی رو اعلام کردیم و اینها که کلن سهم استان تهران یک دختر مفقودی بوده و 3 زن بوده که جمعا 4 نفر، یعنی مردی، پسری، بچه‌ای گم نشده، فقط خانوم گم شده. یه دختر خانوم گم شده بود که همین امروز من پیگیری کردم، گفتن که ایشون در همون نجف ازدواج کردن، یعنی بدون حضور خانواده خودش و با خانواده خودش تماس گرفته، گفته ببخشید که من به شما نگفتم، من اینجا با یه آقای آشنا شدم، دوست دارم دیگه همینجا زندگی بکنم. ببینید اینهایی که آدم‌های معتقدین، اینا بچه مسلمانان دیگه، میگن ما زوبه در اسلام و ولایت و آقا و حسین و حسن و اینها هستیم که میریم اونجا. بعد ببینید چه جوریه مثلا این ازدواج هاشون که سنت پیامبرشون، آیا واقعا سنت پیامبرشون اینجوری گفته بود که برید مثلا 40 تو راه و مسیر هر جا خود خوش آب و هوا بود همونجا اتراق کن برای همیشه؟ اما این بنده خدا آقایی که امروز آمده بود میگفت که این آقای معاون امنیتی سیاسی استان تهران حتما باید با اداره کنسولی ایران در نجف، حالا یا در کربلا، نمیدونم کجا اداره کنسولی داره، با اونجا باید تماس بگیرید و خانم من رو برگردونید، چون خانم من پیدا شده. آقا صادق اینجا رو گوش کن، خانم ایشون با ایشون تماس گرفته، گفته من رو حلال بکن، 3 تا بچه هم مسئولیتش با خودت. ببخشید من خندم میگیره، من اینجا با یک حاج آقای آشنا شدم، قراره دیگه با ایشون کنیزی ایشون رو بکنم، چون ایشون کنار مرقد نمیدونم این حسین و اینها اینجا یک مغازه تسبیح و انگشتر و اینجور چیزها داره، من عاشق رفتار ایشون شدم. من نمیدونم رفتارشون ده. حالا رفتار چند جور رفتار، یه دونه رفتار 8 صبح تا 12 ظهر داریم، یه دونه 12 تا 6 صبح تا 6 بعد از ظهر، یه دونه 6 بعد از ظهر تا 6 صبح داریم. این فکر کنم عاشق رفتار 6 بعد از ظهر تا 6 صبح شده بود که برگشته بود به شوهر خودش، آقا 3 تا بچه تو اینجا پس انداختی، این مرد غلط کرد به خاطر حالا یک دوتا موز مجانی و یه شام مجانی تو رو برداشت، گفت بریم یه سفر خارج مجانی هم میریم، چون برای اینا کربلا هم سفر خارج دیگه، جزء باقیات و صالحات این هاست، که اینو برداشته بود برده بود اونجا، زنه هم ظاهرا خوشبر رو اونجا هم خلاصه یکی از این اعراب تسبیح و انگشتر فروش دیگه، آخرش رو بخون دیگه داستان چی، حالا دوتا لابد اجنه هم احساس میکرده و فال قهوه هم میگرفته، مخ زنه به زده، زنه گفته من میخوام اینجا وایستم کنیزی آقا رو بکنم. حالا ما امروز اشتباهی که کردیم با این دوست ما در استانداری ازش نپرسیدیم، این آقایی که آمده بود هیکلی پیکلی خلاصه اهل کار بود نبود، داستان چه بود که اون زن اینو با 3 تا بچه اینجا پس انداخت، بلند شد رفت اونجا و موندگار شد. خب پس الان از این 4 نفر 2 نفر پیدا شدن، یه نفر همونجا دختر خانوم بود که حالا دختر بود دیگه رفت همونجا خلاصه داماد رو پیدا کرد، بله گفت و موند، ولی این که 3 تا بچه اینجا پس انداخته بود با این آقایی که امروز آمده بود میگه زجه، دیروز آمده بود تو استانداری و میگه زجه میزد، میگفت من همسر خودم رو میخوام، بچه های من یتیم شدن، چه باید بکنم؟ ببینید که اینها چقدر آدم های اعتقادی هستند که به راحتی بنیان خانواده شون به همین سهولت از هم گسسته میشه. خانم رفتن اونجا موقعیت وی آی پی 6 عصر تا 6 صبح رو دیدن، این آقای بدبخت بیچاره رو با 3 تا بچه اینجا پس انداختن و کماکان 2 نفر خب پیدا شدن، این 2 نفر دیگه کماکان مفقودن. البته من یه روایتی رو هفته قبل یکی از بچه های مهران استان ایلام برام فرستاد که میگفتن که یک گروه از این زائرین آمده بودن این ور، میگفتن این ونای همون اعراب که گفتن بیان شما زوار هستید ما شما رو مجانی میبریم به مرز مهران، میگفت همونجا سینه به سینه نقل میشد که اینها یک گروه رو که خانوم و زن بودند و ربوده بودند. حالا آیا این 2 نفر چی میگن؟
تو اون لیست اونها بودن یا نه مال یه استان دیگه بودن، که به هر حال میدونید که اینها به شدت چون براشون هدف مهمه، هدف اون پروپاگانداییه که باید بگن سفر اربعین، سفر کربلا، پاووس آقا، چون اینها سازمان ملل هم گفتن دیگه اسلام ساخت خیلی واسهشون مهمه دقیقاً، که اسلام ساختگی اینها رو همین جفنگیات زنده میکنه. ولی اگر بیان آمار درست بدن بگن آقا ما هر سال میریم اونجا چند نفر اینجوری داریم، دیگه از سال دیگه کسی جرأت نمیکنه زن خودش رو بفرسته. یکی این موضوع که من واقعا متاسف شدم، حالا من امیدوارم که اون زنه حالا یه مدت اونجا باشه و سیر بشه و برگرده بیاد، سه تا بچه اینجا داره اینا رو بچه کار بکنه، حالا مهدی که پیچی مرد اگر از رو کار خوب در میامد مطمئنا زنه نمیساشت نمیرم. حالا دیگه به خودشون، اینا آقایان همه میدونی که زوبه در ولایت و اسلام و آقا هستن، ما در حد و حدود در باجنار هم هیچ دخالتی نمی کنیم، دقیقاً خودشان میدانن با خودشان. حالا این چیزی بود که امروز خبر مهم می بود که ما گفتیم اینو حتما به سمع نظر شما برسانیم، چون اینا پشت پرده سفرهای معنوی اربعین اینها هستن، انبارهایی که پر شکر و قند و آب معدنی و آب میوه و دزدی کردن، همین کسانی که مسئولیت این اربعین رو بر عهده دارن، بعد پشت به نام این گوسفندانی که میرن اونجا، ولی بعد آخر پشت دست این فیلم رو حتما پخش بکنن که مردم ببینن که پشت دست چه داستانهایی. از طرف دیگه هم یک نوع دیگه سفر معنویشون هم اینجا پیدا شد که خانوما میرن اونجا دیگه پاشون شل میشه و دوست ندارن برگردن. البته اگر واقعا اینها ایرانی اصیل بودن که اولا نمیرفتن اونجا، دوما اگر اصالت داشتند و میرفتن برمیگشتن به لانه خودشون، که اینها وقتی میرن مشخصی که شاید هم فردا از کربلا اونور بزنن بغداد، خونه 42 بغداد هم برای خودشون برن یه چند شبی هم بمونن دیگه. خلاصه میدونی که اینا شب میخوابن میگن آقا رو خواب دیدیم به ما گفت برو فلان جا، خب حرف داره پشتشان، نمیخوام دیگه بحث تدین و دین و فلان اینا رو من درش ورود بکنم، ولش کن به ما ربطی نداره. یکی این موضوع بود. موضوع دوم در مورد خسارت سنگین بارندگی اخیر آستارا بود. آستارا زندگی ماست، از دیشب داریم هزار جا زنگ میزنیم هیچ کی رسیدگی نمیکنه. زندگیمون رو هرچی داشتیم دار و ندارمون رو آب برد. این وضعیت خونه ماست. آقای شهردار، آقای نماینده، آقای شورا، کجایید شما که به داد مردم میخواید برسید؟ این وضعیت زندگی مردم هست. اینا هی دارن تسلیت میفرستن واسه لیبی که آقا اونجا سیل اومده، نمیدونم فلان کشور سیل اومده، ولی اصلا یک بار هم در اخبارشون توی رسانه هاشون این همه هم مشاله رسانه دارن در مورد آستارا چیزی نگفتن. آقای بهبودی، آستارا واقعا وضعیتش خرابه. بسی خونه ها تا خیره خیره گیر گلاب شده بود، گلولای. یعنی اون خونه دیگه نابود شده است. من و شما میدونیم چون تو شمال زندگی کردیم، خونه ویلایی که اگر یکم آب توش جمع بشه اون دیگه تا سالها نم برمیداره. یعنی شما 10 بار اون گچش رو بریز، گلش رو بریز، دوباره گچ و گل بکن، دوباره نمیدونم گچ و سیمان بزن، باز هم نم میده، گیلانه، رطوبتیه. خب یعنی واقعا دیگه مردم آستارا خونه هاشون، اونایی که ما دیدیم خونه های ویلاییشون واقعا نابود شد. اون همه وسایلشون رو دیدید، همه غرقاب شد، ماشین ها همه زیر آب رفت. و جالب اینجاست هلال احمر استان گیلان، بازم بچه های اردبیل دمشون گرم، استان اردبیل، بازم از تهران یه سری امکانات آمد، نه آنچنان. استان گیلان هیچ گونه کمکی مسئولینش نکردن، اصلا نتونستن بکنن، اصلا مونده بودن. یعنی مدیریت بحران در اون استان صفر. بعد جالبه اونجا احشام رو آب برد،
مردم رو آب داشت میبرد، تمام خونه و زندگی مغازه ها رو دید اجناسشون همه زیر آب، یعنی همه دیگه داغون شد. بعد اینها مسئولین بیشعور استان گیلان داشتن جشنواره شهید رجایی رو تو استانداری گیلان برگزار میکردن. سه تا فرماندار رو به عنوان نمونه و 10 تا مدیر کل به عنوان نمونه استانی. چه نمونه ای؟ شما لیاقت نداشتید یه دونه شهرستان رو مدیریت بحران بکنید. بعد همزمان اونجا که شما به شما احتیاج داشتن، شما بلند شدید اینجا بر خودتون دارید جشنواره برگزار میکنید، شیرینی پخش میکنید، آهنگ دست فلان. آخه بعد پدرتون لعنت، شما چرا اینقدر آخه نمی‌بینی وقتی آدم غیظش میگیره به این خاطری که اینا همه ادعای مسلمانی دارن. بابا تو کجای مسلمانی فلسفهش آمده اینقدر بیرگ و ریشه و بیرحم باشی؟ از این بر که میزنید مردم رو میکشید، یعنی حق اعتراض کسی نداره. همه رو پرونده دار کردید، پدر همه رو در آوردید، برای همه مردم ایران یک پرونده جور کردید. حالا هر طوری که شده، هر جوری که شده، خواستید فقط اسم و اسناد این مردم رو تو اون دستگاه امنیتیتون داشته باشید که تو روز مبادا بتونید حال اینها رو بگیرید. خب این که دیگه یک اتفاق غیر طبیعی بود. ببخشید، اتفاق طبیعی بود. خب میدونید که چون قطع درختان، چون ما تا حالا این حجم از سیل رو تو استانه نداشتیم دیگه، تو استان گیلان ما این همه اخبار کار کردیم، این حجم از سیل رو ما تا به حال نداشتیم. اینم قطع درختان بی‌رویه که واسه خودشون اجازه قطع درختان بالا دست رو دارن میدن و زمین‌های روی کوه رو دارن به راحتی دارن میفروشن به آزاده‌ها و به خاطر همینه دیگه این اتفاقات میفته. این الان فقط به استان گیلان برمیگرده، تو کل کشور رو بعد آب و سدسازی ها و داستان و دیوین ها. همین چند وقتی پیش تو یکی آمد آقا اینا اینقدر گوجه دادن به این خاتم الانبیا که فقط سد بسازه، هیچ رودخونه آب نداره، اینا معلوم نیشه سد دو ماجرا سر همون نفتی شخصی شونه، اون سودیه که قرار از بدنه این بیت المال کنده بشه و بره به جیب این سرداران سیاپوش در سایه. در آستارام همین بود. در آستارام خب اتفاق دیگه آقا میفته، از قبل هم شما از 72 ساعت قبل میدونستید قراره یک همچین سیلی، یک همچین بارش بارندگی 70 تا 100 سانتی متر داشته باشید. خب چرا شما نیامدید پیشگیری نکردید؟ چرا ماشین آلات شما نیامدن تو جاهای حادثه ساز اونجا نموندن؟ چرا اصلا راه آب نداره اون شهر ساحلی شما؟ چرا خوب اشاره کردید؟ ساحلی، شهر ساحلی که به دریا واقعه. بله. چرا؟ دقیقاً چرا مثلا نمیتونم مسئولین استانی تا 48 ساعت اول اصلا به کمک شما نیامدن؟ بعد ما تو بوقوکرنا کردیم، یعنی تو تمام رسانه‌ها اعلام کردیم، بعد دیگه استاندار گیلان اون آقایی که فاسد اخلاقی عباسی آمد دید که دیگه بس خیلی خرابه، دید همه جا دیگه بارندگی تموم شده، اوضاع یکم قابل مدیریته، بلند شد رفت فرمانداری آستارا که ببینه چه خبره. ولی هنوز هم مردم اونجا درگیر و گرفتارن و من متاسفم. یعنی ما هر چقدر در مورد هر موضوعی که در این رژیم جنایتکار آخوندی صحبت میکنیم مشکلات هست و روز به روز هم بدتر خواهد شد. من صحبتهای این مرد رئیسی رو تو سازمان ملل میشنیدم و این تعریفایی که رسانه‌های مثل کیهان و تسنیم و صدا و سیمای چه میدونم جمهوری خرچنگ نشان، همین تعریفا یادم میاد از احمدی نژاد هم تعریف میکردم، همین عباراتی رو که برای این مردک استفاده میکردن برای روحانی هم استفاده میکردن. برای روحانی. و از این به بعد هم اگر این رژیم جنایتکار بخواد سر کار بماند باز همین آش و همین کاسه است. دیشب دیدید که یواشکی حالا دم این خبرنگار ایران اینترنشنال گند تا صبح اونجا مونده بود، گند اینا رو خلاصه ریخ رو آب. دیدید داشتن میامدن همه دست خالی بودن، داشتن میرفتن با لیفتراک داشتن سوغاتشون رو میبردن. آخه برای چی؟ آیا شما رفته بودید اونجا که ایران رو بشناسونید، برید اونجا مسائل مثلا دیپلماسی رو نشون کشورهای دیگه بدید، یا رفتید سوغات بخرید؟ بعد آخر شب هم همین زن هم روشون انداخته بودن، چجوری برده بودن تو هتل اصلا معلوم
نیست، اصلا یک سری کارهایی میکنه و اصلا شاخ در میاره. هیئت همراه ابراهیم رئیسی در حال بازگشت به ایران، بازگشت شبانه. من نمیدونم اون خانومی که داره میره یا این خانوم ها احتمالاً از همسران هیئت جمهوری اسلامی هستن که باشون اومدن. تیم جمهوری اسلامی دارن بارها رو از یک روز قبل از رفتنشون از گاراژ بار میزنن که ما فردا نبینیم چه خریدهایی رو با خودشون دارن میبرن ایران. امسال میبینید دو تا کامیون کمپانی یوهال رو من میبینم و ایران. واقعا این رژیم یک رژیم مافیاییه. ما اینکه میگیم رژیم نمیگیم حکومت، واقعا راست میگیم. آقا طالبان قفل کرده این مسائل رو که اینها دارن، طالبان قفل کردن، هنگ کردن. امروز دیدید که عروسک ها رو آوردن به کل عروسک فروشی ها قرار بود شما به عروسک سالگرد این مسئله طنزش نکنیم. بعد خبر دارید که به کل عروسک فروشی ها اماکن گفته که یا این عروسک ها رو ببرید لعنت خدای بچانه شیطان، یا ببرید روسری و چادر سرشون کنی و رنگ تیره مشکی. خب تو حساب بکن باربی رو اینا بخوام ببرن رنگ مشکی و مقنعه و اینا سرش بکنن. تمام عروسک و اسباب بازی فروشی ها میزنن تو سرشون. اینها اصلا براشون مهم نیست، به والله مهم نیست که مردم همه از گرسنگی بمیرن، تمام بازاری ها به روز سیاه بشینن. اصلا قانون حجابی رو اومدن تصویب کردن، نصفش که از قبل بوده، هیچ فرقی، نصف دیگهش بیشتر اومدن گیر دادن. اصلا خیلی اوضاع آقا صادق روز به دانشجوی دکتر پزشکی گفتن که زدن عینک و زدن ادکلن قدغن. دقیقاً گفتن اصلا نباید تو این ادکلن بزنید، باید بوی طویله بدید. اون هم نه، همونم گفتن نزنید. گفت اصلا نباید، نه اصلا گفت برای زن حرامه که تو محل کار. بعد از این به بعدم گفته هر خانومی که بخواد سرم بزنه یا یک تزریقاتی انجام بده اون طرف اگر آقا باشه، باید یک نفر از طرف اون خانوم اونجا حاضر بخونه. من منتظر بودم بگید که سیغه محرمیت بخونه. آره ما خیلی تنزه و جالب یکی از ماده هاش اومده مردم رو داره مخبر میکنه که شمای مردم اگر جایی دیدید چنین چیزی رو به فلان شماره تماس بگیرید. دقیقاً. حضور شما یکم که خب همین بحث بود، بحث دیگه در مورد سفر هفته گذشته وزیر تعاون بود. وزیر تعاون میدونی که همین آقایی بود که ما پریشب در موردش صحبت کردیم، آقای مرتضوی که اومده بود گفته بود که ما کل نمیدونم اشتغال به وجود آوردیم، اصلا بحث نمیدونم بیکاری و اینها رو ریشه‌کن کردیم و اینجور جفنگیات گفته بود. ایشون هفته قبل استان گلستان برای پیگیری حقوق و معوقات و بیمه و گرفتاری های این کارگری بلند میشه میره استان گلستان. خب سفری رو که به اونجا داشتن با 11 نفر ایشون رفته بودن و وقتی این سفرشون تو یک روز تموم میشه، یه چیز در حدود 120 میلیون تومان هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان به اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی فاکتور میده. این آقای وزیری که با 11 نفر اراذل و اوباش از تهران وزارتخونه بلند شد آمد و یه سری شکم پرور و شکم پرست استان گلستان، یعنی این داستان تو تمام استان ها هست، فقط این مختص به استان تهران و گیلان و اینها نمیشه، همه جاست. گفتون این آقا که با 11 نفر از تهران بلند شد آمد و اینها و این شکم پرستانی که در استان بودن، امام جمعه و استاندار و معاون و مدیر کل، اینها آمدن اینجا یه ناهاری خوردند و نمیدونم داستانی که داشتن، 120 میلیون تومان فاکتور داده بودن. 120 آمده بود که مشکل کارگرها رو ندادن حقوقشون رو حل کنه،
یعنی دهن اینا رو سرویس کرد با اینجا. جالبه تو فاکتوری که دادن 100 سیخ جگر بوده، 85 سیخ کباب کوبیده بوده، 50 پرس سبزی پلو با ماهی، 19 پرس شیشلیک بوده، یعنی کوفتشون بشه. و جالبه تو فاکتور بعدیشون هم 15 میلیون فقط خرید گل و گیاه و گل و شیرینی و آجیل داشتن. این آجیل رو من نفهمیدم دلمون باید بذاریم با ماهی سبزی پلو. آره خب 15 میلیون خرید گل و شیرینی و آجیل، 120 میلیون هم خوردن جیگر و سیخ بخوره به شکمتون. تو اومده بودی مشکل مردم گلستان، مشکل کارگرای گلستان رو حل بکنی، این فاکتور عریض و طویل گذاشتی رو دسته و سلام اون اداره. اون اداره از کجا میاره؟ مدیر کل پدرش دارنده است؟ نه، از جیب بیت المال فاکتور سازی میکنن. خیلی جالب و جالب هم هست ادارات کل بازرسی در کل کشور اصلا ملزم هستن به اینجور موضوعات رسیدگی بکنن، ولی آنها خودشون یه دونه از ستونهای فساد در هر استانی هستن. همه رو زیر سیبیلی رد میکنن، میگن آقا من خوردن زدن رفتن دیگه، حالا ولش. در صورتی که باید بگه آقای وزیر تو بی خود کردی، تو یه چند ساعت آمدی اصلا نون و پنیر میخوردی، این 100 سیخ جگر شما کجا میره؟ 85 سیخ کباب کوبیده و 50 پرس سبزی پلو با ماهی و 19 پرس شیشلی که نمیدونم ران راسته گوشت، اینا کجا میره؟ اگر شما این کارو میکنید، بچه رو میگفتید مثلا زمان شاه اون خدا بیامرز از این کارو که نمیکرد، اون خدا وکیلی اون آمد یه دونه برنامه 2500 ساله اون بزرگ داشت و گذاشت در کنار اون، بعدها اینقدر توریست آمد که 10 برابر سود اون بزرگ داشت رو اینها از اونجا در آوردن، اون جشن بزرگ 2500 ساله رو. ولی شماها میخورید کجا میره؟ بعد خیلی جالب بود، یکی از خبرنگاران به من گفت آقا همینی که برای من فرستاد، میگه آقا پیمان اصلا مشکلات هم حل نشد، اومدن اینجا گفتن، خندیدن، شوخی کردن، یه قیون هم کشیدن رفتن. آیا این دولت مستضعفین، رئیسی دولت مستضعفین به هر کدوم چند هزار دلار دیشب پریشب پول داده رفتن شورت و سوتیان و لوازم آرایشی و کوفت و زهرمار برای فک و فامیلشون خریدن و دیشب داشتن با لیفتراک بار میزدن که بیان فرودگاه، دستاورد بزرگ رئیسی از سفر به ایالات متحده و سازمان ملل. خدا از اینها نگذره. این بحث آخرم بگم، آدم اعصابش واقعا میریزه به هم، یعنی سیستمش میریزه به هم. اینها خودشون میدونن چه گندی رو دارن میزنن، واقعا میدونن، خودشون زدن به اردکی، اصلا به هیچ رسانه‌ای اصلا اهمیت نمیذارن. من امروز چی جالب دیدم آقای بهبودی، موقعی که رئیسی داشت اون پله ها رو داشت میرفت بالا، خبرنگار ایران اینترنشنال و چند تا خبرنگار دیگه هم بودن و داشتن ازش سوال میکردن که آقای رئیسی شما میخواین در مورد چی صحبت بکنید. جالب قضیه یک نفر آورده بودن فقط اونجا داد بزنه که صدای خبرنگارها به رئیسی نرسه. جدی من میذارم امشب. خب آقای رئیسی راجع به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران صحبت کنید، مدافع حقوق مردم ایران در سازمان ملل باشید. آقای رئیسی، شهید عجمیان، شهید آرمان علی وردی، اینا که ظالمانه با تحریک آمریکا کشته شدن، اینها رو پیگیر حقوقشون باشید. آقای رئیسی مردم رو فراموش نکنید توی سازمان ملل، پیگیر حقوقشون باشید. آقای رئیسی عزیز، آقای رئیسی، اینجا تو آمریکا هم اومدن میخوان یه جوری سانسور کنن همه چی رو. گفتم اینم دیشب بله نبود، یکی از اون محافظا خبرنگار رو میزد، یعنی گردن کشی تا حدی که تو چی میگن کف خیابان‌های آمریکا، یعنی خب بدبخت بایدن، میدونی اون ابهت آمریکا رو بایدن زیر سوال بود. یه آدم عقب افتاده منگول این قدم به اینا بها داد، اینا بلند شدن اومدن خریدشون رو کردن، حرفشون رو زدن، تو قلب آمریکا رفتن، به آمریکا حرف زدن. خیلیه اینا همین نشون میده سکوت مثلا اینها پشت درس این داستانی داره، 100% داره. خب
این رژیم جنایتکار بیاد میگه من پشت دست شما نفت نفت خام مجانی میدم، ولی ظاهر اگر اومدم خلاصه خوراک داخلی داره، بذارید دو تا داد بزنم. اینا میگن هر غلطی دلت میخواد بکن، اشکال نه اون نفته رو نفتکشا رو بفرست بیاد. ولی الان دیگه مردم واقعا آگاه شدن. خب اما این ماهیت رژیم ها رژیم دیکتاتوریه، رژیم های دیکتاتوریه، حکومت های دیکتاتوریه که اینقدر جف خفقانه نمیذارن دیگه. نگاه کنید اینو میخواستم بگم و یه موضوع دیگه و دیگه هم ختم کلام. اینها 85 میلیون جمعیت ایران رو به دو قسمت تقسیم کردن، 5 میلیون 80 میلیون، 5 میلیون از خودشونن، همین اراذل و اوباش و خشک مذهبی ها و مزدوران خودشون، مریضای جنسی و لواط هم جنس بازاشون و اینها. 80 میلیون مردم ایران آمدن نشستن تو اتاقهای فکرشون، گفتن تا میتونیم به این 5 میلیون حال بدیم، امتیاز بدیم، کیف بکنن، فلان کنن، 80 میلیون نفر رو تو تنگنا قرار بدیم که اگرم نخواستن از این کشور برن، اصلا برای ما مهم هم نیست، بمیرن، دارو ندارن، فدای سرمون که ندارن، این وریا که دارن، این اقلیت که دارن، اینا رو داشته باشیم، اکثریت بذار بمیرن. الان اینجوری شده، تو همه قانون حجاب هم شما نگاه میکنین و چند بار اگر از بالا تا پایین بخونی واقعا جو زور تو نمیبینی، دارن زور میگن به مردم، دارن ظلم میکنن، میگن هر کس هم نمیخواد یا بره زندان یا بمیره کف خیابون یا از این کشور بره، تموم شد. اینجاست که این 80 میلیون که توشون انواع و اقسام آدم ها هست دیگه، قشر خاکستری، قهوه‌ای، ایرانی با شرف، انقلابی، همه جوره هست، دارای عقاید مختلف، اینها الان باید بیدار بشن، اینها باید متحد بشن، به این نتیجه برسن که واقعا ایران خودشون رو پس بگیرن از این 5 میلیون نفر شیاطین. و انقریب این اتفاق میفته، من شک ندارم، اصلا دلم روشنه که این اتفاق میفته، چون اصلا الان روند مدیریت در کشور غیر عادیه، اصلا عادی نیست، هیچ چیزی عادی نیست. مگر میشود شما شب بخوابید صبح بلند شید یک جنس گرون بشه؟ آقا ساده، من الان چند ساله، شما که تازه تشریف آوردید اینجا، من چند ساله تو این کشور دارم زندگی میکنم، به خدا قسم لبنیات گرون نشده، مرغ گرون نشده، گوشت گرون نشده، یا مگر گرون شده به سنت گرون شده؟ اصلا آدم نمیفهمه چیه تو چند سال. ولی تو ایران امروز ما یه دونه برنامه گذاشتیم، صبح تخم مرغ بود 4000 تومن، وقتی برنامه رو آپلود کردیم، دانلود کردیم، پخش کردیم، تخم مرغ شد 5000 تومن. آخه مگه میشه؟ آخه این چه قانون فیثاغورسه؟ این قانون غربالگریه که به صد نزدیک باشه اونو بگیرن از مردم. یعنی نشون میده که مملکت علارغم اینکه اینها میگن که هم رهبر داره هم قانون داره، نه رهبر داره نه قانون داره، مملکت یک مملکت حسن قلی خانی و سلام، هر کی صبح زودتر بلند شد اون داروغ است، اون کت خداست. و این مطمئن باشید سنگ رو سنگ بند نمیشه و به زودی یک اتفاق بزرگ که همون پیروزی انقلاب زن زندگی آزادیه در ایران رخ خواهد داد. وقت داری؟ خب من تو 5 دقیقه بگم بسته دیگه، 20 دقیقه زیاده. ناگهان آخرین حرفی هم که دارم میزنم در خصوص جناب آقای زرقامیه. زرقامی میدونی که یکی از سرداران سپاه بود که بعد شد معاون صدا و سیما، بعد شد رئیس صدا و سیما، بعد نمیدونم چی اینا، که الان شده وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور در دولت جناب آقای کشمشیان رئیسی، مسئول سرویس های بهداشتی کشور. خودشون اعلام کردن، ما نگفتیم، به خودشون اعلام کردن. بله خودشون یه بازی داره، اونو بذار، اگر فیلمشو داریم بذار. نه خودشون بودم، ما که نگفتیم، با افتخار هم بودم، خب مشکل نداره، خب خوبه، اشکال نداره، سرویس های بهداشتی. مسئولیت جدید وزیر میراث فرهنگی. بنده مسئولیت وزارتخونه رو دارم، با حفظ سمت مسئول تمام سرویس های بهداشتی کشورم. این ظاهرش ممکنه شوخی باشه و جوک باشه، اما واقعیت این نیست. مردم ما وارد جاده میشن، مهمترین مشکلشون سرویس های بهداشتیه. انشالله تلاش میکنیم که به یه حد قابل قبولی بره. از
یک منبعی تو شهرستان رودسر یک خانه ویلایی رو که عکسش هم الان داریم، شما باز همین زحمت بکشید بذارید چون حق مردمه که بدونن، یک خانه ویلایی خیلی با دارای زمین بسیار، باغ پرتقال و فلان، در شهر چابکسر در منطقه سربلات. سربلات یک جای خیلی باحالیه. من عمه من اونجا خونه داره، پسر عمه هم اونجا هیه. از تو باغسر تا چابکسر و اینا ایشتا بذار بگیرم، عمه من 90 سال گردنش میمونه. جالب اینجاست که این تحقیقاتی رو که ما به عمل آوردیم، دوستان اطلاعاتش رو در اختیار ما گذاشتن، جناب آقای زرقامی آمده از وام تبصره‌ای بدون بهره که در اختیار سازمان گردشگری، یعنی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، یعنی زیر دست خودشونه، آمده با وام تبصره‌ای تو اون منطقه سربلات چابکسر یک ویلا بر خودش، یه ویلای چند میلیارد تومانی بر خودش خریده. بعد شما آقا صادق که سالها زحمت میکشید، مثلا کفش چرمی میدوسید، یک خانومی سالها زحمت میکشه گوبلن میدوسه، یک آقایی سالها زحمت میکشه سبد میبافه، حصیر میبافه، میخواد بره سازمان میراث فرهنگی یا گردشگری درخواست بده آقا یه 10 میلیون به من وام بدید، من مواد اولیه بگیرم، این کوفتو بسازم، بفروشم، خرج خونم در بیاد. نمیدن. اینقدر چوب لای چرخش میذارن که مرده عطایش را به لقایش میبخشد و میرود. بعد اون پولا رو کجا خرج میکنن؟ اصلا ما میدونی که یک بودجه برای بومگردی داریم، یک بودجه کلانی داریم که آقا صادق اگر شما تو انزلی یک زمین جای بکر خوبی داشته باشی، یک وام کلانی میتونی بگیری. این وام ها همه وام های تبصره‌ایه با تنفس 2 ساله، یعنی بعد از 2 سال پرداخت بکنی، ولی تمام اینها رابطه ای داده شده. تو باید دم کارشناس گردشگری رو ببینی، یه پولی بهش بدی به تو این وام رو بده. حالا از اون وام ها جناب آقای زرقامی ببینید چقدر جالبه. آقای زرقامی تو که سردار سپاهی، ذوب در ولایتی، گفتی من نوکر بچه علی خامنه ای هستم، من نمیدونم فرزند انقلاب، خب فرزند انقلابم دزد و کلاهبردار میشن یا آقای زرقامی، تو بلند شدی رفتی از اون وام تبصره ای بومگردی یه خونه ویلایی برای خود خریدی که خانومت اونجا زیرش، میگن که از این استخرهای زیر خونه ای داره خیلی چیز، تو خانم اونجا از این تشک‌های بادی بندازه بره لم بده، بعد با وام تفسری آقای زرقامی انقلابی این زوبه در ولایت، آیا این درسته؟ خدا از شما نگذره که شما واقعا نه انقلابی هستید، نه متدین هستید، نه خدا رو میشناسید، نه پیغمبری اگر وجود داشته باشد رو میشناسید، شما هیچ کس رو نمیشناسید. آقای زرقامی تو اصلا اتفاقا قیافت هم به شیاطین خیلی بیشتر میخوره تا حالا رئیسی و دیگران. شما از خناسان هستید وقتی این بودجه رو که چند میلیارد میدی اونجا خونه با کلی زمین پرتقال خریداری میکنی، خواه این رو میدادی به همون چابکسری ها و رودسری ها و رامسری ها، یه 4 تا بومگردی مینداختن. من گردشگری که میخواستم بلندشم برم اونجا، پول هتل رامسر و شبی 2 میلیون نداشتم، تو این اتاقهای بومگردی میخوابیدم، یه گردش اقتصادی بود، جیب اون کارگر و اون جوان میچرخی، ولی شما این پولها رو ور میدارید به نام مردم، همینطور که تو 40 میرید اون شکر و آب و روغن و اینا رو میگیرید، میگید برای زواره، این زوار هم که همش خونه این عراقی اون عراقی افتادن دیگه، زواری ما ندیدیم، یا کف خیابون بودن یه موز یا یه دونه ساندیس دستشون بود، یا خونه عراقی ها مهمان بودن. اینا همه درده ها، من با خنده دارم میگم، باید در موردش نشست ساعت ها فکر کرد، ولی ما حالا اینا یه ذره به طنز میگیم، نمیخوایم دیگه زیاد حالا قضیه جدی بشه. بله اینم آخرین موضوعی بود که من امشب خدمت شما عرض کردم، فکر کنم برای امشب بس باشه، در شبهای دیگه چند تا موضوع خیلی مهم داریم. من در مورد وام های میراث فرهنگی بگم که من خودم توی انزلی بودم و دیدم در دوران آقای خستبند نماینده قبلی وام ها به خودشون همونجا داده میشه و در دوران آقای دنیا مالی هم به همین صورت، یعنی این وام ها تا
توی دست خود همین نماینده ها هستش تو شهرستان ها که قشنگ پخش میشه بین خودشون، یک کسایی که رأی خوب بخرن واسه اونا واریز میشه. گفتم اینم بگم. خب من شبیه جانر بمیرم، من یک بار دیگه تصدیت عرض میکنم خدمت بازماندگان این عزیزان از دست رفته، عزیزان انقلابی زن زندگی آزادی، درود به شرفتون، روحتون در آرامش. امیدوارم که ما بتونیم ادامه دهنده راه شما و هدف شما باشیم تا حصول. مرسی پیمان عزیز که وقت رو امشب هم در اختیار ما گذاشتی. شب همگی خوش.